موضوع بحث ما در دهه اول ماه مبارک رمضان سال 98 در هیئت محترم احرار الحسین تهران در حسینیه کاظمینی تهران، توی این حسینیه با صفا و پربرکت و زیبا و پرصفا، برای شما خوبان و عزیزان در مورد تفسیر رمضان بود که من خوف اینو دارم که نتوانم از این راه رمضان در این دهه رد بشم. من یادمه که سال 70 شاید قبلترش در اصفهان در ماه مبارک رمضانی دو سه سال، یعنی سه تا رمضان رو کلمه رمضان صحبت میکردیم. بازم جا داره، کلام الملوک ملوک الکلام، سخن بزرگان بزرگ سخنانه. اسم رمضان کلمه قرآنی است، اینقدر این ماه عظمت داره که تمام قرآن در این ماه نازل شده که هر شبی از این شبهای رمضان برابری داره با هزار ماه. اصلا نمیشه بفهمید چه خبر است این ماه. ملائکت الله میاند و میرن، در سفرن از عرش به فرش. این زمان رو اگه کسی درک کنه اون وقت میتونه مهمان خوبی برای خدا باشه. راه رمضان به معنای رهایی از زنجیرهای نفسانی است. زنجیرهای شیطان مهم نیست که از چیه، که خود این یه دهه می طلبه که اصلا ابلیس چجوری سر آدم کلاه میگذاره. اولا جنس جن از جنس شیطان از جنه و کان من الجن. اون وقت ببینید این شیطان وقتی جن باشه، جن یعنی نامرئی، جن و جنین و مجنون و جنان و جنه و نمیدونم این حرفا، اینا همش از چیزی میاد که یعنی نمیشه ببینی. بچه را تو شکم مادر چرا میگن جنین؟ چون قابل رؤیت نیست. بهشت تو باقای بهشتی و چرا میگن جنان؟ چون الان نمیشه با این چشم ببینی. مجنون و دیوونه رو چرا میگن مجنون؟ چون آثار عقل درش دیده نمیشه. سپری که سرباز جلوش میگیره عرب میگه جنه. چرا جنه؟ ولی این که پشت این سپر سر و گردن این سرباز ناپیداست، مخفیست. جن و چرا میگن جن؟ چون نمیشه ببینیش. در مقابل جن انسه، اونو میشه لمسش کنی، حسش کنی، ببینیش، بگیریش، اما جن نمیشه. وقت ما دشمنمون جنه، نه جنیان. ابلیس است که کانم نل جن. خب وقت آدم دشمنو نبینه خیلی مشکل داره، چون نمیدونه کی حمله میکنه، از کجا حمله میکنه، با چی حمله میکنه، کی حمله میکنه، به کجا حمله میکنه. هیچ جا ما نمیدونیم. خدا اومده نقشه شوم ابلیس رو برملا کرده. خواهش میکنم گوش کنید، دقت کنید، توجه کنید. انسان 6 جهت داره. چشماتون به من؟ من واقعا منبر دیشب خیلی اذیتم کرد، هم مشکل قلبی دارم خیلی شدید، هم حنجرم ریخت به هم از بس که دیشب منبر موضوعش خیلی بالا سره. این 6 جهت روبرو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ، پایین، بالا. قرآن تو سوره اعراف می فرماید اینا رو باید بدونید شما،
یعنی هر کی خودشو شیعه یا محب اهل بیت میدونه، من منبراشو که رفتم چند شب پیش، شیطون فقط با کی سر و کار داره؟ خودش قسم خورده لاقعدن لکم صراطک المستقیم، خب من فقط سر راه مستقیم میشینم. صراط مستقیم هم یعنی صراط امیر المؤمنین، اهدنا الصراط المستقیم که با تو نماز میخونیم. خب این صراط مستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم. نعمت چیه؟ نعمت برف و بارونه، سیب و پیازه، گوشت و مرغه، آب و هوای خوبه. و صراط مستقیم آنتالیاست یا جزایر قناری اسپانیاست. اللهم ارزقنا. والا اگه نعمت نعمت مادی باشه باید بری ترکیه دیگه. بعضی ها میرن آنکارا به خاطر اون کارا. خب پس نعمت گوشت و پیاز و سیب و اینا نیست. پس اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. این نعمت کدوم نعمته؟ بابا 23 سال بعد خدا آمد روز قدیر به عالمیان فهمون که نعمت یعنی نعمت ولایت علی. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. نعمت اونه که آدم بگه یا علی. نعمت اینه که بگی اشهد ان علیا و اولاده المعصومین حجج الله. صراط مستقیم است علی، نبأ عظیم است علی. دوباره داریم میریم اون ورا، یعنی به خدا دست ما نیست اصلا. الله اکبر. من نمیدونم این مجلس شما چه خبره توش، که هرچی من میام اخلاقیش کنم، مولا میگه کلامیش کن، اعتقادیش کن. درست نیست؟ خب میگن جا نیست بیان جلو. من اسم آقا امام زمان رو میارم. صوت خرابه؟ چی؟ بس اینی که کار میکنه چی چیه؟ از دیوار برق میگیری؟ باش من اسم آقا رو میارم تو این آقا هم جا به جا کنه، فقط درست جا به جا کن. به نام نامی قائم آل محمد. ممنونم که سر جاتون نشستیم. یادداش جلوی زهره. خب نه خوبه دیگه، باشه تو بغل من دیگه، خور نمیدونم به فکر منم باش. خب عرضم به حضورتون که قرآن کریم چشم من میگه این ابلیسه که قسم خورده از سر راه علی می نشیند. پس علی که بر نمیاد، شیعه های علی رو میخواد نگذره کارشون به بهش برسه، از چهار جهت بهشون حمله میکنه. کی؟ ابلیس. از چند جهت؟ چهار جهت؟ از شش جهت. خب چهار جهت چیه؟ ببین خدا خیلی مهربونه، نیومده بگه شما یه دشمن دارید قسم خورده به نام ابلیس و کان من الجن، دیدنی هم نیست، بتونم حمله میکنه، برید ببینید باید چی کار بکنی. این خدا ببخشید ما رو ول کردی با این بیدین. خب به ما بگویید چجوری حمله میکنه، از کجا حمله میکنه، کی حمله میکنه. خدا میگه من همشو گفتم، اما چه کنم که بعضیا که تو مجلس ما نیستن انشالله، گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. 124 هزار پیغمبر اومدن که همین حملاتو بفهمونن به بشر، اما بشر لجبازی کرد و نشنید. به چهار طرف ما حمله میکنه. ثم لآتین نه من بین ایدیهم، از روبرو حمله میکنه، و من خلفهم، از پشت سرت، و من ایمانهم، از سمت راست و
ان شمائله من سمت چپ. خب پس دو راه میمونه، بالا پایین. فقط این دو راه رو خدا بهش اجازه نداده بتونه حمله کنه. این یعنی چی؟ از امام باقر سوال کردن این آیه 19 اگر اشتباه نکنم ولی سوره اعرافه که شیطون میگه من از چهار طرف به شما حمله میکنم، از رو به رو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ، یعنی چی؟ امام باقر فرمود این که شیطون میگه از رو به رو بهت حمله میکنم، یعنی آنچه که رو به رو داری یعنی قیامت، قیامتتو خراب میکنم، نمیگذارم چیزی برای قیامتت انبار کنی، برای قیامتت بفرستی، با ریا، با منت، با من گفتن و انانیه گفتن خرابش میکنم، نمیگذارم، خرابش میکنم، کیسه تو سوراخ میکنم. تو هی میای روزه میریزی تو کیسه اعماله، بعد میری هیچی توش نی. من این خاطره رو گفتم، ما یه عالمی داشتیم تو اصفهانمون، خدا رحمتش کنه، حاج آقا رضا هرندی بود، خیلی مرد عزیزی بود. ایشون میگفت یک شب ما منبرمون طول کشید، شب دیگه نتونستیم بریم خونه، خیلی هم سرد بود زمستون، تورا گفتیم میریم خونه یکی از رفقامون که ایشون هم روحانیه، روزه خونم هست، خونه او میخوابیم، صبح میریم روزه و دیگه فردا میریم منزل. میگه رفتیم در زدیم و خونای قدیمی درونی اندرونی داشت، مثل حالا نبود که همه چی اوپن است الحمدلله، در که وا میکنی تو کنج اتاق خواب پیداست. قدیم خیلی براشون مهم بود جایی که ناموس آدم میخوابه، این نباید چشم نامحرم به اون مکان بیفته. اما طرف رفیق مجردش میاره رو تختی که با زنش میخوابه، حالا نیست خانمش، رو تخت میشینن، یا بعد میگه بیا بریم رو تخت با هم بخوابیم. بابا اینجا ناموست خوابیده، تو یه مرد دیگه رو میاری میخوابونی، حالا رفیقت خیلی هم دوستش داری، کارش هم درسته، حرمت داره ناموس. بس که لقمه حروم خوردیم دیگه این چیزا رو نمیفهمیم. ناموس حرمت داره. اینا که ای کوروش و داریوش میکنن، کوروش و داریوش، اینا خدا میدونه چقدر غیرت داشتن، خدا میدونه این کورشو داره چقدر شرف داشتن، این آدم های بزرگی بودن، پیغمبر نبودن، بی خود میگن اینا نمیدونم ذوالقرنین قرآنه که نمیدونم علامه طباطبایی گفته، دروغ میگن، اصلا زمان کورشو داری و چیکار داره به ذوالقرنین. اما واقعا من از ارادتمندان به کورشو داریشم، کورشو داری شدم، اما یه پر افتخاری بودن برای کشور ما، کسی حق نداره به بزرگان ایران توهین کنه. اینا خیلی مرد بودن، اینا خیلی بزرگ بودن، خیلی فهیم بودن، خیلی اینا با شعور بودن. به خدا قسم اگر این کوروش و داریوش الان بودن، از بهترین نوکران سید الشهدا بودن، بهترین مسلمون بودن. اینا خیلی آدمای فرهیخته و بزرگی بودن. شما برید تو این پاسارگاد شیراز ببینید، مثلا اینا خدای غیرت بودن. اینجا که ناموسشون هست، اصلاً رفت و آمد ناموس کوروش و داریوش رو کسی نمیدید. حرم سرا داشتن، حرم سرا به معنای جایی که زنای بد کار هستن که نیست، حرم به جایی میگن که ناموس آدم اونجا باشه. یه کسایی که بسیار محترمن اونا میگن حرم، حرم سرای یعنی ناموس من اینجا زندگی میکنن. و اصلا رفت و آمدشون جدا بوده، هیچ کس ناموس کوروش و داریوش رو ندیده. خدمه ها همه زن بودن، یا اگر نیاز به مرد بوده، مرد همه خوجه بودن. خوجه بودن یعنی اصلا مردونگی نداشتن، اینقدر اینا غیرت داشتن. آقا و خانم با خانمش با 7 قلم آرایش، با 4 تیکه پارچه نیم متری پا میشه میره پاسارگاد شیراز، میگه کوروش بخواب که ما بیداریم. کوروش هم میگه حیف که من زنده نیستم، لا دم شمشیر میدادمت، خودتو شوورتو به نی، تو ناموس ایرانی هستی، بی غیرت. شما کوروش و داریش هستید، یه مش بی حجاب عرق خور شراب خور بی دین.
که تو فیسبوک صفحه داره زنتون با لباس نمیدونم توی اتاق خوابتون دیگه همه رنگ و همه نوع و همه شکلشو گذاشتی که همه دنیا ببینه، بعد تو کوروش و داریوشی هستی، مش بی غیرت دم از کوروش و داریوش میزنی؟ کوروش خدای غیرت بود و ناموسدار بود. چرا بعضی از این بی غیرت ها میرن بدن کوروش و داریوش رو میلرزونن تو غور و تو قبر؟ برو بابا این عکسای ایرانی ها که رو سنگ ها منقش شده است، برو ببین تمامشون ریش دارن، قیافه مردونه دارن، نیزه به دست، پشت سر هم ایستاده آماده برای دفاع از ناموس. آقا اصلا نمیشه، من که گاهی بعضی اینا رو میبینم نمیدونم نگاه بکنم حلال است یا نگاه نکنم حرام، نمیدونم مرد زن زیر ابرو برداشته، نمیدونم سرخاب و ماتیک مالیده، بعد میبینم این آقاست. وقت تو کوروش و داریوش میگی شلوار تنگ، اینا من نمیگم بخندید، اینا بدبختی ما ایرانی هست که ای پوز کوروش و داریوش رو میزنیم ولی با فرهنگ کوروش و داریوش به اندازه یک تاریخ ایران فاصله داریم. غلط کرده کسی که قیافه مردونه نداره و زیر ابرو برمیداره و مثل دختر خودشو درست میکنه دم از کوروش و داریوش بزنه. یه مش مرد دوره کوروش و داریوش بودن، تا دولا میشه نصف کمرش پیداست، یه کبربند دور خودش بسته است که من نمونه این کبربند رو زیر شکم اسب و یابو دیدم، یه سگک داره این قده، اما همین تو فقط رو شلواره، اصلا هیچی، مثلا هیچی. آدم گاهی وقتا خدا میداند من تو خیابون میگم یا ابوالفضل یا الله این شلوارش نگاد با این آبروش بره ویله، بعد یه زنجیر طلا انداخته گردنش، میگه کوروش کوروش بخواب کوروش پاشو بی 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 آخوندا چه کردن، آخوندا چه کردن نک، بعد آخوندا گفتن اینجوری بگن؟ کدوم از این سربازای کوروش و داریوش اینا مفنگی بودند و حشیشی بودند و نمیدونم معتاد بودند؟ چی میگیم ماهی خودی کوروش و داریوش میکنی؟ بعدم یه عده فکر میکنن وقتی تو مرید کوروش و داریوش شدی یعنی باید فحش بدی به امام حسین و بشیم عرب پرست و فلان. نه، ما عرب پرست نیستیم، ما خدا پرستیم. کوروش و داریوش هم بسیار دوستشون داریم، اونا سر جای خودش، رستم و اسفندیار و کوروش و داریوش همه اینا تاج سر همه ما، و یه کسی توهین به اینا بکنه من با که اون برخورد به ما ایرانیم، ما به ایرانی بودن اون افتخار میکنیم، اما نوکر سید و شهدام هستیم، چون او هم میگفت حیات من نزله، اون هم درس آزادگی به ما یاد داد، مردانگی علی یاد ما داده. ما هم کوروش رو قبول داریم و دوستش داریم، هم علی یا بچه های علی رو دوست داریم. اینا کنار همن، اینا روبروی هم نیستن. قرص حاج آقا رضای هرندی میگه رفتم خونه رفیقم، درونی اندرونی بود، نگذارید اونجایی که ناموستون میشنه و بلند میشه نامحرم چشش بیفته، عکس عروسی تو با خانومت ننداز قاب بگیر بذار تو سالون اتاقت که هر کی میاد ببینه. این به قرآن کلاس نیست، به امام حسینی بی غیرتی است. چرا بعضی کیف میکنن زنش رو مردم ببینه؟ چه بلایی سر ما اومده با این لقمه های شبه و حروم؟ افتخار میکنیم که همه بفهمن زن ما خوشکله، همه بگن عجب زنی گیرش اومده، گوشت خوک نخورده بلا نسبت بعضی ها بی غیرت شدن، گوشت خوک بخورن دیگه چه میکنن؟ ایرانی است و غیرت او، مسلمان است و شرف او، شیعه است و حمیت و غیرت و ناموسداری او، اینا دست ندید. خلاصه آج آقا رضا میگه رفتم خونه رفیق، ما رو برد تو به قولش خودمون اتاق مهمون خونه، یه کرسی بود و اینا، گفت آج آقا من نمیدونستم شما میایین و الا آتیش خوب آماده میکردم برای منقل زیر کرسی، اما حالا سرد سردم نیست، حالا حاج آقا رضا میگه خیلی سردم بود، رفتم زیر کرسی، اینم رفت
قسمت خانواده خودش خوابید، ساعت 2 شب بود. میگه من دیدم این کرسی سرد، لاف کرسی انداختم بالا و این به قول ما اسوانی این کلک کرسی رو، این منقل کرسی کشتم بیرون و با انبر این آتیشای زیر خاکستر رو آوردم بالا که مقداری حرارتش بیشتر بشه، گذاشتم بین دو پام چیو منقلو، الله ها پکشتم رو سرم که خیلی سردم شده بود یخت گرمم بشه و بعد مثلا این بذارم سر جاشو بخواب. خوابمون برد و چند ساعتی گذشت دیدم یه کسی گلوی منو گرفته داره فشار میده میخوام خفه بشه. از خواب پریدم بالا دیدم وای لحاف کرسی افتاده تو آتیشا و داره میسوزه و اتاق پر دوده. دروا کردم و دودا رفت و سرگیجه و حالا چیکار کنم این لحاف کرسی چجوری خاموش کنم؟ یه تو تاریک توریکی هر چی تو حیات گشتم، یه قابلمه ای، کاسه ای، آفتابه ای، آخه یه چیزی آب کنم بیام بریزم رو لحاف کرسی مردم داره میسوزه، هیچی گیرم نیومد. تاریک و یه وقت دیدم اون گوشه یه حیات یه قابلمه یه کار درست هست، خوشحال شد. رفتم قابلمه رو برداشتم و یخ حوض رو شکستم و قابلمه رو کردم تو آب و پر که شد کشیدم بالا دیدم سماخ پالون آب کشه، من فکر کردم قابلمه است. اینا رو منبر خود حاج آقا رضا گفت، گفت قابلمه به خیال من پر شد، ولی وقتی کشیدم از آب بیرون هیچ آبی تهش نمون، چون چی بود؟ آب کش بود، سوراخ سوراخ بود. حاج آقا رضا رو منبر توی اصفهان مسجد حمالا در کنار بازار میگفت مردم شیطونم کارش همینه که قابلمه اعمالتون رو سوراخ سوراخ میکنه، و شب اول قبل که قابلمه رو میکشی بالا ببینی هیچی تش نیست، هیچ، همه رو با ریا از بین بردی، همه رو با منمنی از بین برد، همه رو با منت از بین برد، همه رو با تحقیر به این و اون نگاه کن از بین برد. این کار شیطان، هیچی برای قیامته. از پشت سر حمله میکنه، یعنی چی؟ یعنی نمیگذارد تو از دنیا دل بکنی، تو باید پشت سرت بذاری یا بری دیگه، دنیا رو باید بذاری بری. هی دنیا پرستت میکنه، مال پرستت میکنه، پست پرستت میکنه، جاه طلبت میکنه، از سمت راست حمله میکنه، یعنی نمیگذاره عبادات تو درست انجام بدی، بتونه نمیگذاره نماز بخونی، زورش نرسه نمیگذاره تو نماز حواست جمع باشه. حواست همه جا هست الا تو نماز. تو نماز دیدی گم شده ها پیدا میشه، تو نماز دیدی گره ها باز میشه. هی میگم من دست کلیدم رو گم کردم، نمیدونم کجا گم کردم، هرچی فکرشو میکنم عقلم نمیرسه چه کنم. گفت پاشو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، تو نماز یادت میاد. آگاهی تو نماز گم شده هامون، به قول ملا نصرالدین پیاز بزرگ داده بود به همسایه امانت، بعد چند رو بعد پیاز 4 تا پیاز داده بود بزرگ، اونم 4 تا پیاز کوچولو آورده بود. اتفاقا مولا داشت نماز میخوند تا چشش افتاد به پیازا، گفت که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. من پیاز به او گندگی دادم، تو پیاز گفت ولا زالین، یعنی وردا برو من این پیازا رو قبول. خواهی میشه نماز پیازی که تو نماز، من خودم دیدم کسی که داشت نماز میخونه این میگفت الله اکبر سبحان الله سبحان الله، گفتیم خدایی چه مرگیشه. بعد فهمیدیم بچه کانال تلویزیون عوض کرده، میگه چرا عوض کردی؟ هم نماز میخون هم داشت فوتبال رو میدی. این نماز خوندن ماست، حواست همه جا هست. خدا رحمت کنه گذشتگان رو، میگفت چرا اسلام میگه بگو الله اکبر تو تکبیر احرام، یعنی آنچه ما سوا الله است بر عقب فقط خدا، اما دروغ میگیم از شروع نماز دروغ میگیم، در حالی که ما باید بگیم الله اکبر، یعنی هر چی پشت سرمونه بیاد جلو چشمون، به فکر چکمون، به فکر کارمون، به فکر قرضمون، به فکر همه چی هستیم الا تو نماز. اصلا ما دو تا چیز تو نماز یادمون میاد،
یا الله اکبر یا سلام علیکم و رحمت الله. کی رکعت اول تموم شد، کی رکعت دوم تموم، اینا این کار شیطان از راست حمله میکنه، نمیگذاره عبادت درست انجام، از سمت چپ حمله میکنه، نمیگذاره شهوات تنفر پیدا کنی، هی گناه ها رو برات قشنگ میکنه، هی معاصی رو برات زینت میده، میگه برو بابا همین کارن، برو، هی عقل داد میزنه بابا لو میره، زشته، همه میفهمن، بفهمن آقا آبرود میره، برای چی آبرون بره، مگه چیکار کردم، جوونیم دیگه، جوونیه و هزار پیچ و خم، اینا رو این حرفا شیطونه تحریکت میکنه که گناه کنی، تحریکت میکنه که معصیت کنی. وقت تو این چهار طرفی که آدم گیره، استاد ما فهمود دو راه بیشتر نمیمونه، بالا بگو پایین، راه چهارش اینه که قنوت تو طولانی کنی، چشمت به آسمون ببندی، بگی ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا، یا راه دوم سجده تو طولانی کنی، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علا مصابهم، الحمد لله علا عظیمه، یا بگه اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قد، این سجده طولانی، سجده طولانی راه مبارزه با شیطان، سجده طولانی است. در یک روایت حضرت علی فرمود صدای ناله ابلیس به عرشیان میرسد وقتی یه جوانی سجده شو طولانی کنه، یه ذکر بیشتر بگی، نمیگذاره بگی. بعضی ها متاسفانه 17 رکعتشون 4 دقیقه طول نمیکش، یعنی کله میاد رو مهر برداشته، سپله سپله سپله، چی میگوی سپله سپله نداریم ما مرد حسابی، یه سبحان الله اگه بخوای بگی باز بیشتر طول میکشه تا این سپله سپله سپله، چی میگوی؟ بذار این پیشونی بیاد، بذار این هفت موزه رو زمین قرار بگیره، یه سبحان ربی الاعلی و بحمده درست بگو، آخه چرا مثل کلاغ به قول امیرالمومنین این نوک به زمین میزنی؟ قرار این نمازه تنها انل فحشای و المنکر باشه، بابا نمازی که به درد دنیات نخوره به درد آخرتت هم نمیخوره، این نماز اول باید زندگی تو پاک کنه تا بعد قبرت رو روشن کنه، این نماز باید جلو دروغتو بگیره، جلو غیبتتو بگیره، این نماز باید جلوی تو. حالا اگر کسی بخواد با این ابلیس مبارزه بکنه باید ببینه راههای حیله هاش چیه، زنجیراش چیه، چجوری میشه خودشو زنجیر کرد، چرا اون ما رو زنجیر کنه، ما زنجیرش میکنه، حالا چیکار کنیم؟ حالا من یه راه خوشگل نشونتون میدم، همین نماز، حال کنید با نماز، به قول امام سجاد عشق بازی کنید با نماز، خدا شاهد اگر فروع الدین یکی بود فقط نماز بود، یعنی نه روزه بود، نه حج بود، نه خمس بود، نه زکات بود، نه جهاد بود، نه امر به معروف بود، نه نهی از منکر، نه تبلا، نه تبلا، هیچی نبود، فقط و فقط مسلمونی بود و یک نماز، والله این نماز میتونست ما رو آدم کنه، میتونست به زندگی ما جلوه بده، میتونست ما رو آسمونی کنه، همین یه نماز، اما هی قدرشو نمیدونی. حالا من یه راه نشونتون میدم و انشالله ادامه بحثمون رو داشته باش، پدر این شیطون رو دراریم، بی پدر پدرم نداره، خودش. بله، نماز ظهر منسوب به رسول الله است، پیشنهادتون میکنم این چند وقت بارم از اون رو گوش به حرف من بدید، مال من هم نیست این حرف، مال آیت الله عظما میر جهانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمود اینجوری بیاین این چند روزه رو اینجوری، حالا نمیخواد تا آخر مارم از اون، فقط چند روز گوش به حرف من بده، اگه کیف نکردی، اگه این نماز به دلت ننشست، اگه این نماز رو اثر نگذاشت، به دانشمند نفرین کن، لعنت بفرست به من، خیلی قشنگ. نمازای ما اصلی نیست، نمازای ما پدر در بیار ابلیسی نیست، اصلا نمازای ما یه جوری میخونیم که شیطان قهقه میخنده میگه پاشو بابا جمعش کن،
با این نماز میخوای با من مقابله کنی؟ پاشو نمازی باید بخونی که کمر شیطون بلرزه، نمازی باید بخونی که شیطون بترسه. کجا میترسه از این نمازه ایم؟ اما حالا بهت میگم، اسلحه دستته اما خشاب توش نیست، اسلحه دستته اما فشنگ نداره. خب شیطون هم از اسلحه بی فشنگ نمیترسه، فشنگ توش. خشاب بگو، خشابش دینه که من میگم. بله نماز ظهر منسوب به رسول الله است. وقتی میای بگی الله اکبر، قبل از اینکه تکبیر الاحرام بگی بگو السلام علیک یا رسول الله. خدایا این نماز ظهر منو به خاطر خاتمه انبیا قبول کن. بعد این نماز رو گیره بزن به خانه پیغمبر خود. نماز عصر مال امیر المومنینه. وقتی وای میسی نماز عصر بخونی، روحتو بفرست نجف کنار قبر علی و السلام علیک یا ابل حسن یا حیدر. خدا یا این نماز عصر رو به خاطر علی از من قبول کن. نماز مغرب مال حضرت زهراست. خدا رحمت کنه آیت الله میرجهانی رو. گفت نماز میدونید که ما قرار بود 54-5 رکعت نماز بخوانی، یعنی نماز شبم واجب، نافلا واجب، همش واجب بود. پیغمبر به دادمون رسید. پیغمبر رفت معراج گفت یا الله اینا نمیخونه، یا الله بیا خودمون رو سبک نکنی. لذا 17 حرکتش واجب شد، بقیهش مستحب شد. پیغمبر فرمود این 17 حرکت هم من میترسم اینا نخونن. بعد ما تو فقه داریم، تو درس خارج صلات، تو فقهمون در باب صلات داریم که نماز مغرب 4 رکعت بود، یه زلش، یه پهلوی نماز شکسته شد، شد 3 رکعت. چرا نماز مغرب 4 رکعتی شد 3 رکعت؟ چرا پهلو شکسته شد؟ برای این که صاحب نماز مغرب پهلو شکسته است. تو نماز مغرب مال فاطمه است، نمازش هم مثل خودش پهلو شکست. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو. من به آیت الله بهجت گفتم آقا شما تو نماز مغرب بیشتر از بقیه نماز گریه میکنید. من فکر میکنم دلیلش رو فهمیدم. گفتن به خاطر چی؟ گفتم برای این که این نماز مغرب مال حضرت زهراست. از اول نماز مغرب تا سلام نماز مغرب یاد مصائب فاطمه میفتید و گریه میکنید. خدا شاهد گریه کردن. گفتن بله من تو نماز مغرب با روزه زهرا نماز مغرب میخوانم. وقتی دلا میشم به یاد اون موقع زهرا دست به پهلو گرفت، بابا آقای بهجت چرا گریه میکنه؟ برای که میفهمه نماز رو. چرا ما گریه نمیکنیم؟ چون نمیفهمیم چی میخونیم، نمیدونیم نماز کیو داریم میخونیم. بعد نماز عشا مال امام حسن مجتبی است. بگو السلام علیک یا حسن ابن علی، روحتو بفرست در خانه کریم اهل بیت. و اما نماز صبح مال سید الشهدا است. چرا زیارت عاشورا رو صبح میخونن؟ چون بعد از نماز حسین زیارت حسین. حالا هر کی نماز بخواند چی گیرش میاد؟ پیغمبر فرمود نماز ظهر مال منه، من رحمت للعالمینم. هر کی نماز ظهر بخونه خدا رحمتی که به من داده به اوم میده. نماز عصر مال برادرم، وصیم، پسر عمویم، دامادم، عزیز دلم، جانم، روحم، نفسم، چشمم، قلبم، علی. هر کی نماز عصر بخواند به برکت نماز عصر اعمالش قبول میشه. انما يتقبل الله من المتقين. خدا به برکت ولایت علی و نماز عصر مهر قبولی به پرونده اعمالت میزنه. نماز مغرب هر کی بخونه دعاش مستجاب میشه. نماز عشا هر کی بخونه خدا کرم و تمام رحمتش رو بر و برکتش رو بر سفره او نازل میکنه. و اما هر کی نماز صبح بخونه به خاطر حسین، وقتی جان میدهد حسین میاد به عزائیل میگه این سینه زن منه، یه نماز صبح به عشق من خون، نمیگذاره بد جون بدی،
شب اول قبل حسین نمیگذاره تاریکی اذیتت کنه، نمیگذاره تنهایی اذیتت کنه. قبر رو با حسین میگذرونی، برزخ رو با حسین میگذرونی، روز قیامت رو با حسین میگذرونی، و حسین به برکت نماز صبحت از پل صراط ردت میکنه و شخصا علی عبدالله وارد بهشتت میکنه. این نماز پنج تن ماست، این نماز پنجگانه وصل است به پنج تن آل ابا. از پیغمبر شروع کن، به حسین ختم کن، صبح از حسین شروع کن، به امام حسن شب ختم کن، تا شبان روزت بشه حسن و حسینی، زندگی حسن و حسینی داشته باشه. پدر شیطون با این نماز در میاد، غلط دیگه میکنه بیاد چشم تو رو برگردونه به ناموس مردم، دیگه نمیگذاره با این نماز، نمیتونه تو رو سر سفره شراب و حرام بنشونه. نمازمون وله، نمازمون رها شده است، نمیفهمیم نماز چیه. بلا کلید، البته اسم کلید میاد مردم حالشون بد میشه، من عذرخواهی میکنم، خدا ایشالله این کلید گم شده رو پیدا کنه، کلید خوشبختی، اون کلید که بدبختمون کرد، کلید خوشبختی نماز است. از صلات و معراج المؤمن، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. پدر شیطون رو در بیار با نماز، پدر شیطون رو در بیار با پنج تن آل ابا. ببین نماز سنی هم میخواند، من کاری ندارم دستشون رو کجا میذارن، هر جا میخوان بذارن، آخه اینا چهار فرقن اهل سنت. خدا انشالله همشون رو هدایت کنه و شیعه کنه انشالله. بعضیشون میگن باید دست اینجا بذاری، بعضی میگن اینجا بذاری، بعضی میگن اینجا بذاری، بعضی میگن یک پایین‌تر بذاری. یکی از این مولوی ها به من میگفت شما چرا دستتو رو سینه نمیذاری؟ گفتم شما خودتون هم نمیدونید کجا بذارید، شما خودتون تکلیف رو معلوم کنید، شما اول ببینید کجا، بخ ما هم بعد ببینیم کجا باید بذاریم. حالا فعلا ول میکنیم دستمون، حالا اصلا به اینجا گرفتن و ول کردنش هر کی دنبال فقه خودش، ما چیکار به سنی داریم. اما نمازم سنی میخواند، قرآنم سنی میخواند، اما اگر کسی بخواهد به بهشت برسد، نماز با ولایت علی، قرآن با ولایت علی. قرآن وقتی میخونی، آیات بهشت و بشارت میبینی، باید بفهمی تمام این بشارت ها برای کسایی که تبعیت از علی میکنن، عاشق علی هن، راه علی رو طی میکنن. اگر آیات عذابه، باید بدونی تمام این آیات عذاب برای دشمنان علیه. پس تمام آیات علی در سوره هم جمعه، تمام سوره هم در بسم الله الرحمن الرحیم، تمام معانی بسم الله در بای بسم الله، تمام معانی با در نقطه بسم الله، که بر میگردد به اسد الله، عین الله، وجه الله، اذن الله، ید الله، علی ابن ابی طالب. قرآن ناطق است علی، تمام قرآن است علی، تمام آیات است علی، تمام پیام، تمام کتب ارسال شده، زبور و تورات و انجیل و قرآن است علی. فلسفه ارسال رسول است علی. از آدم تا خاتم آمدن که شعور مردم برن بالا که بگن یا علی. عمر ابن خطاب پیغمبر سوال کرد، گفت یا رسول الله علت پیغمبری شما چه می شود؟ پیغمبر یه نگاه کرد فرمود خودم رو بگم یا همه انبیا رو بگم؟ و همه هم بیاره بگو. تمود آمدم دنیا برای دیدن روی علی، آمدم دنیا برای دیدن روی علی، ورنه با این مردم دنیا چه کاری داشتم؟ از آدم تا خاتم آمدیم که به مردم بفهمانیم که راه راست علی است، و بهترین ذکر عبادت بگو یا علی، بگو یا علی، یا علی. این شیطون بی پدر از نماز با ولایت میترسد، بله از نماز نمیترسد. یه روز معاویه خوابیده بود، علیه النار والحاویه، خوابیده بودی، وقتی دیگه که دست رو سینهش گذاشته، پاشو 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 مردک، پاشو احمق، چشه جوا کرد، دیدی که این خودش، گفت شما؟ گفت من.
شاگردت شیطونم. شما حق استادی دارین استاد محترم.